انسان خردمند، سلام هستی؟ آرمین جان نوابی درست اسم برنگر کنید درست هست؟ صداتون خیلی ضعیفه. اوه از توفانه اصلا. شما از وسط توفان با ما تماس میگیرین؟ یک دفعه گوشی سفر آی حالی چطور شد؟ عالی شد، عالی شد. زنده باشین. آرمین جان نوابی درست؟ درسته. درود میفرستم بر شما و بیننده ها و شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جمهوری بی خدایان. و جا داره که تشکری کنم آرمین نازنین که همیشه مرا فرصت صحبت کردن در برنامه بسیار زیبای خودت میتی. یک جهان سپاس از بیننده ها و شنونده های عزیز ارجمند شما که همیشه لحظات مرا تعامل میکنه. من زیاد صحبت نمیکنم. دوست ما داشت مسئله ایرانی و چینی و گپاره میزد. ما امیر میخوایم که متوجه تمام عزیزان و روشن فکران بسازم کمی امی مسائل نجات و نجات پرستی پیش روشن فکرا باید خط سرخشان باشه. یا شما دوستا ایرانی ما خط قرمز میگین، ما سرخ میگیم. باید خط قرمز باشه. ما ایره هیت نمیشناسیم. ما تمام موجودات زنده که ما شما در زمین میبینیم با اینا همگی از ما شما نیای مشترک داریم و تمام از اینا از همون چهار مولکول دی ان ای همه ما شما درست شدیم و هیچ کدوم تفاوت را نمیبینیم. این که ما خاص شدیم و صاحب توانایی عقل و هوش شدیم، این ناشی میگیره از تلاش اجداد ما که 11000 سال یا زیادتر از او قبل آتش کشف کردن و آتش کوشش و آتش عقل و دماغ ما شما را پخته ساخت و همچنان نسل ما از منقرض شدن که با توسط دیگه ایوانات ما شکار نشیم چون ایوانات دیگه از آتش میترسیدن. این باعث شد که چیز میگفتین آرمین نازنین؟ آره البته من فکر کنم ما خاص هستیم. بالاخره ما با بقیه موجودات فرق داریم از خیلی لحاظ. خیلی از موجودات هم اتفاقا از لحاظ، یعنی بعضی موقع من فکر میکنم بعضی از کسایی که میگن که ما با همه موجودات یکی هستیم، موجودات زندگی یکی هستیم، خیلی از موجودات هستن که اصلا نمیتونن احساس ناراحتی یا خوشحالی بکنن. خب بالاخره ما نمیتونیم که یعنی وقتی که داریم از به عنوان یه یوتیلیتریان که هدف ما اینه که خوشحالی رو تو دنیا از همه بیشتر کنیم و ناراحتی رو کم بکنیم، نمیتونیم بیایم به این موجودات زندگی که اصلا نمیتونن خوشحالی و ناراحتی رو تجربه کنن به همون از اهمیت بدیم، به همون شکلی که مثل بقیه حیوانات موجودات زنده. آرمین جان عزیز، من میجام برای شما موافق هستم. تفاوت‌ها در بین موجودات زنده وجود داره ولی موضوع سر منشأ است. منشأ ما یکی هست. همگی ما شما از مو حجرات سلول‌های ابتدایی تکسلولی‌ها به وجود آمدیم که در اعماق اقیانوس‌ها از سر تصادف بوده، یعنی حیات از سر تصادف به وجود آمده و امروز که ما شما خاص شدیم و صاحب عقل و توانایی خاص شدیم، ما تکرار میکنم تلاش اجداد ما شما بوده و بازم ما تکرار میکنم. در برنامه پیشین شما تکرار کردم که اجداد ما دو نوع، یکی اجداد بسیار خوب ما بوده که تلاش کردن علم برای ما شما درست کردن، از توانایی عقل و هوش فکر خود کار گرفتن و یک تعداد اجداد تنبل ما بودن که برای ما شما خدا ساختن، دین ساختن و مذهب ساختن. و بیشتر یکی از دوستای صحبتای یکی از دوستا را شنیدم در مورد اخلاقیات صحبت میکرد. به نظر من بیشترین اخلاقیات توسط ادیان نقض شده. آرمین نازنین، اگر شما یک مرتبه به کتاب مقدس، متنا یک کتاب مسلمانان را اینجا ما عنوان نمیکنم، مثلا تمام کتابای مقدس اگر شما ببینید اونجا آیه های بشمار وجود داره که اونجا اخلاقیات نقض شده. مثلا آیه 178 سوره بقره قرآن اگر شما باز کنین، در اوجه گفته که در مورد قصاص، در اوجه گفته که یک حکم که کپی شده از قوانین حامورابی که یکی از پادشاهای بابل بوده، کپی از او شده که مگه مثلا در اوجه گفته شده که مثلا اگر کسی زن تا کشت باید زنش را بکشی، آزاد تا کشت باید آزادش را بکشی، برده تا کشت باید بردهش را بکشی. تا بالا آیت آرمین جان عزیز شنیده ای در موردش؟ من همه قرآن رو خوندم، اینو یادم نمیاد که اینجوری باشه. یادم نمیاد. من که آیه های بعد تو قرآن که خیلی زیاد هست، ولی این یکی رو اینجوری که شما توضیح میدین اینو یادم نمیاد. نمیتونم بعد 178 سوره بقره بعدن ببینین نشه.
اگر روش صحبت شما آیا فکر میکنید که هم... آیا حالا یه سوال جالب، آیا شما فکر میکنید که آیا پیشنهادهای خوب یا درسای خوب که اخلاقی باشه هم توی مثلا دین یا توی اسلام وجود داره یا فقط همش بده؟ چیزای خوبی هم وجود داره آرمین جان قند، ولی ما مقدس نمیشماری میشه. من خودم نیز یک روشن فکر، مقدس تقدس در پولیش اجازه نمیتم. مثلا در دین اسلام که شما میگین، شاید گفته باشه که به همسایتان احترام کنین، به والدینتان احترام کنین، این صحبت ها و گپ های بسیار خوب است، ما برش احترام میکنیم. ولی این که مثلا گفته که شما در راه خدا بکشین، این را ما هیچ وقت، یا در راه خدا دست قطع کنین و یا سنگسار کنین، اینا همش اخلاقیات نقص کرده و ما هیچ طرفدار از این نیستم. حتی حکم مرتد قتل مسلمان در اسلام میدانن که اینا همش به اسلام اخلاقیات نقص کرده. بهترین اخلاقیات امی انسانیت است، اما وجدان ما و شما، وجدان همون چیزهای درونی ما و شماست که ما چیز را که برای دیگران نمیپسندیم، یعنی چیز را که ما به دیگران، وجدان همون احساسات درونی ما و شماست آرمین جان نازنین. البته من فکر میکنم وجدان کافی نیست، بخاطر اینکه وجدان یه چیزیه که ما از لحاظ تکاملی به طور طبیعی به دست آوردیم، خب، و وجدان ما خیلی نقص داره توی پیدا کردن چیز استانداردهایی که به نفع جامعه باشه. خب مثلا شما فرض کنید که وجدان ما توی تکامل، توی مثلا تکامل انسان نحوهی به وجود اومده که ما یک انسان جهانی نبودیم، ما مثلا توی قبیله بودیم که مثلا به طور ماکسیموم 150 نفر، بیشترش نمیتونه وجود داشته باشه. خب ما الان توی دنیایی وجود داریم که دسترسی داریم به مثلا من و شما که از دور مختلف یعنی همه مثلا میتونیم تو هند داره چه اتفاق میفته، تو آمریکا داره چه اتفاق میفته، توی آفریقای جنوبی داره چه اتفاق میفته. توی همچین دنیای وجدان ما اصلا کافی نیست. برای همین مثلا فرض کنیم وجدان ما الان جوری طراحی شده توی به طور زیستی تو تکامل که یک مثلا یک دختری که جلوی ما داره غرق میشه، جلوی چشم ما داره غرق میشه، از لحاظ روانی خیلی ما رو بیشتر اذیت میکنه تا اینکه مثلا من به شما بگم که مثلا یه نفر بگه آرمین 1000 تا بچه مثلا توی کنیا غرق شد مرد. خب یعنی من از لحاظ بیولوژیکلی مغز من یک جوری طراحی شده که یه نفر بیاد به من بگه 1000 تا بچه خب مثلا تو کنیا غرق شد مرد، ناراحتی این کمتر خواهد بود برای من تا دیدن غرق شدن یک بچه جلوی چشم من. یعنی من فعالیتی که از لحاظ بیولوژیکلی طراحی شدم که بکنم که یه نفر نجات بدم، احتمال بیشتری وجود داره که من برم این دختر بچه که جلوی من داره غرق میشه رو، احتمالش بیشتر هست که من یه کاری بکنم که نجاتش بدم تا یه نفر بیا به من میگه آرمین تو بیا 1000 تا بچه رو که فلان جا داره میمیره رو بیا کمک کن. خب برای همین من از لازم ما باید بتونیم بیایم، فقط نمیتونیم فقط به وجدانمون که از لحاظ طبیعی به ما داده شده تکیه بکنیم، ما باید بیایم یه استانداردهایی رو به جامعه معرفی بکنیم که بر اساس مطالعه و آمار اینا. آرمین جان نازنین نمیگه به ما میخواستم بگویم مثلا وجدان ما چیزی را که به دیگران نمیپسندیم، چیزی را که به خود نمیپسندیم به دیگران هم باید نپسندیم. یک مثلا ببینین، مثلا وجدان آدم مثلا آدم بیدار میسازه. مثلا شما ببینین یک کودک گرسنه است، شما غذایتان رو با او شریک میسازین، اینی وجدان است که برای شما وادار میسازه که کارا بکنین. مثلا شما پولدار هستین میخواین شغل ایجاد کنین، درست است؟ امی وجدانتان است که شما را وادار میسازه که شما باید شغل بسازین و یک تعداد مردم را اونجا به صفت امپلایی یا کارمند استخدام کنین تا ای که مثلا ناز بیکاری نجات بیافن. اینی که همگیش وجدان است. با صحبتایی که شما گفتین من موافق هستم آرمین نازنین، یک سلسله قوانین باید ساخته شوه، درست است، ولی مقدس باید نباشه، مشکل در تقدس است. حالا اگه از مسلمان پرسون کنی میگه ایره کی گفته؟ میگه ایره خدا گفته، رسول الله گفته. خب رسول الله را کی گفته؟ خود الله گفته. الله در کجاست؟ الله در آسمان است. در کدام آسمان است؟ در آسمان هفتم است، روشان طرف آسمان میکنه. خب قرآن در کجا نازل شده؟ در سینه محمد نازل شده، سینه محمد هم نشان میده، قلبش هم نشان میده. خب اینا گپایی است که همش جز خرافات است، با علم هیچ سازگار نیست. آرمین نازنین دیگه من زیاد صحبت نمیکنم، آرمین جان نازنین هم تو که من دیگه دوستارم اجازه صحبت کردن میتیم قسمی که شما میفهمین که تمام موجود همین جهان هستی در
14 میلیارد و 500 سال قبل از اثر یک انفجار که به نام بیگ بنگ دانشمندا زیاد روش تاکید میکنه با وجود آمدن ذره که کوچکتر میلیون میلیون بار کوچکتر از اتم بوده و زمان اصلا وجود نداشته و اگر زمانی هم بوده میلیون میلیون بار کوچکتر بوده که باز این در اولین جرقه اتم هلیوم و هیدروژن به وجود میاد که تمام دو اتم دوینده تمام اتم هایی که ما در طبیعت میبینیم 114 دانه 114 عنصر که از همین دو مادرشان است. خب آرمین جان نازنین، به عنوان آخرین پیام امو صحبتی که زنده یاد پروفسور استیون هاکینگ گفته بود که ممکن نمی دنیا تا 6000 سال می زمین ممکن نسل انسان منقرض شود و دانشمندا باید راه های حل باید بسنجه و یکانه چیزی که مثلا عنوان کرده بوده مسئله کلایمت چینج است، همی تغییرات اقلیمی که ما شما در زبان پارسی میگه میشه ممکن همی طبقات اوزون است صدمه بزنه و نسل ما شما را منقرض بسازه و دومش هم مسئله توریسم است که بیشتر اسلام است که و اسلام یکانه دینی است که بسطلاح مجادی یک طرفه داره و هیچ اپوزیسیون نمیپذیره و خطرناک است اگر رشد کنه اسلام افراطی. دو چیز بسیار زیاد خطرناک است، ممکن نسل انسان‌ها را در روی زمین منقرض بسازه، اگر دانشمندا کار نکنه ممکن ما شما نسل ما منقرض شوه و طبیعت خود شما میفهمین که طبیعت شدیداً بی‌نظم است، طبیعت هیچ کدام نظم در طبیعت وجود نداره. خب آرمین جان نازنین یک جهان سپاس که مرا اجازه صحبت کردن در صفحه بسیار زیبا و دانشمند خوبتان دادین. دکتر صاحب میترای بابک یکی از دکتر صاحب هست که روانشناسی است که من بسیار دوستش دارم، فکر کنم در انگلیس زندگی میکنم، دیگه صحبت های از نار گوش کردم و عرفان جان کسرایی که یکی از دوستای بسیار من خودم بسیار برشان احترام دارم و همیشه برنامه شان گوش میگیرم، انسان های بسیار خوب در صفحه تان دعوت میکنین و مر تشکر از اینکه مرا اجازه صحبت کردن در صفحه زیبایتان دادین و بار به عنوان آخرین پیام میگم که انسانایی که وجدان داره ضرورت به دین و خدا و کتاب مقدس ندارن. یک جهان سپاس آرمین نازنین، من پایان میرم که دوستای دیگر اجازه صحبت کردن برشون بدید. ممنون از وقت شما، فعلا خداحافظ.